اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل علی محمد و محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین خدا قلوب همه ما رو نورانی کنه به نور محبت و ولایت اهل بیت ان که تو این جلسات هرچه به خوبان و اولیاش نصیب میکنه از نعمات معنوی به همه ما همه نایت بفرمان یه حالا امشبی مطلبی که میگم به مطالب شبای قبل خیلی شاید ارتباط ظاهری نداشته باشه چون میلاد آقای ما مشتباس با همین نکته ارز کنم شاید مفید باشه توی قرآن یه نکته ای رو به مسلمان ها در اصل به انسان ها مسلمون به کسی میگن که حق رو وقتی میبینه میپذیره کلمه اسلام در قرآن کلمش هست اون وقتی که کلمه اسلام در قرآن اومده اصلا ما مسلمون اصطلاحی نداشتیم ما سیزده سال تو مکه هیچ حکمی نداشتیم شاید مثلا فقط شاید بعضی معتقدن نماز از سال پنجم مثلا پنجم به ست نماز گفته شده باشه شما الان میگن که مسلمونه میگید مسلمون کسی که روزه میگیره نماز میخونه نم حج میره زکات میده خمس میده نمیدونم چیکار میکنه امر معروف میکنه نهی از منکر میکنه حالا همه چیزی که میشناسیم ما تو مکه سن این چیزا رو نداریم تا پنج سال اول هیچ کدومش نیست 90 درصدش تو 13 سال اول اصلا وجود نداره این داستان های مدینه سینا اما ما تو قرآن کلمه اسلام داریم سوره های مکی پر از کلمه اسلام و مسلمونه خود قرآن تقریبا پیامبری رو نام 27 تا پیغمبر رو نام برده قرآن تقریبا پیامبری نیست که اسمش تو قرآن اومده باشه و با پسند مسلمون ازش یاد نشده باشه پس کلمه کلمه اسلامو داره میگه اسلام یعنی تسلیم در برابر حق یعنی فهمیدی چیزی حقه بپذیر پس مخاطب قرآن همه انسان هاست داره میگه مسلمون ها یعنی کسایی که حق میپذیرید حالا هر کی میخوای باش هر کجای جهان میخوای باش مخاطبش همه هشت نه میلیارد جمعیتی که الان رو زمین هست مخاطب این آیه هست میگه با هم دعوا بکنید عزتتون رو عدس میدینا با هم دعوا بکنید یعنی قدرتی که باید با هم به علاوه بشه و جهان رو بسازه حق رو پیش ببره وقتی شما با هم دعواتون میشه اتفاقی که میفته اینه که قدرتتون کم میشه بعد اون وقت قدرت اشرار زیاد میشه شیطون جون میگیره از دعوای شما شیاطین جون میگیرن از دعوای شما حالا اونا خوب میشه خوراک میدید واسه اونا قدرت اونا رو زیاد میکنید هرچی شمایی که حق و پذیرفتید با هم دیگه دعوا کنید نتیجهش چیه؟ اینه که اونایی که دنبال باطلن به باطلشون میرسن دست نکن دست شما درد نکن اینکه حالا خیلی الان به امام مشتبه که میرسه خلاص شلوول میشن که آقا مثلا این با معاویه هم حکومت دو دستی تحویل معاویه داد رفت با معاویه سول کرد خب چیکار کار میکرد؟ دعوا میکرد؟ وقتی میبینه جامعه همراهی نمیکنه فقط این جنگ باعث پیشرفت حق که نمیشه تازه تمام قوای حق رو هم ازش میگیره چون ما دنبال حکومت که نیستیم حکومت یه ابزاره بود که بود نبودم نبود سه نبود. اهمیت نداره برای حق حق راهشو میره چیکار داره مثلا حکومت اصلا یه ابزار اون گوشه اصلا این نیست که همه اهداف مثلا سپاه حق و مثلا مثلا جریان حق اینه که به حکومت برسه اصلا اینجوری نیست ما تمام اهل بیتمون رو تو زیارتنامه ها وقتی باشون خلاصه مخاطب قرارشون میدی میگیم مشهد و انکه قد اقم تسلات و عطای الزکات و امرت بالمعروف و نهایت عن المنکر چون هیچ وظیفه ای از وظایف امامت تعطیل نشده با اینکه کلا اهل بیت ما چهار سال و نیم حضرت امیر حکومت داشت پنج شیش ماه امام مشتبه هیچ کدوم دیگه حکومت نداشت اما حق و پیش بردن و به تمام تکالیفشون عمل کرده حتی حضرت حجت که اصلا ما معتقدیم قائبه یعنی حتی ظهور هم نداره اما به تکالیفش داره عمل میکنه هر کجا هر حقی در جهان احقاق میشه دست داره در اون این خیلی چیزه الان همین الان دیدید که یه چیزی یه آگاهی پیدا شده تو جهان طرف میگه برای من انرژی مثبت بفرستی مثلا من فلان مسابقه دارم شما انرژی مثبت بفرستی یعنی معتقد به این شدن که به یعنی غیر از وسایل مادی جانبداری از کسی به اون قدرت میده مثلا اینکه میگه آقا بازی تو زمین خودشونه از قدرت تماشاگراش میتونه استفاده کنه این قدرت چیکار میکنه اینا که تو زمین نیستن که چجوری ضعیف و قوی میکنه این تشویقه می میکنه چه اتفاقی میفته حالا اینا حالا اینا دیگه جزئیاتش بود تا کلش حالا ارزم اینه میخوام به شما بگم ببین امام مشتبا میبینه دعوا جامعه هم پذیرششو نداره اصلا جامعه اون زیر ساخته رو نداره که بخواد حالا بیاد پشت حق وایسه بخواد برای حق هزینه بده که اگه جامعه حق و بفهمه حقیقت رو بفهمه زیر ساختاش درست باشه به شدت دعوا توش کم میشه اختلاف توش کم میشه هزینه پیش برده حق میاد پایین چون همه همراهی میکنن شما نها کن جامعه ما الان قبول کرده که مثلا قبول کرده که مثال میگم مثلا سیگار حالا این سیگاریا بیچاره گیر ما افتادن مثال داریم اینا مثلا قبول کرده که سیگار مضر یعنی همون که میکشم قبول داره که مضر برای همین وقتی قانون گوشتن آقا تو اتوبوس تو مکانهای عمومی حق ندارید سیگار بکشید دیگه کسی نمیکشه دست به یقم نشدیم با کسی یعنی جامعه آرام آرام اینو پذیرفت اول تو جامعه جا افتاد وقتی تو جامعه جا افتاد اون روزی که قانون شد کسی باش مبارزه نکرد چون جا افتاده بود قبلش قانون به صورت طبیعی اینجوری متولد میشه جامعه یه آگاهی پیدا میکنه آگاهی هی راجبش گفتگو میشه صحبت میشه شواهدش رو میبینه باور میکنه اون آگاهی رو این باور عمومی میشه یعنی یه اکثریت متنابهی یه اکثریت قابل توجهی به این باور میرسن بعد این تبدیل میشه به قانون دیگه اون اقلیت هم وقتی مینن همه دارن میپذیرن جلوش وای نمیستن قانون طبیعی اینجوری متولد میشه کسی جلوی قانون وای نمیسته مثلا قانون به صورت طبیعی اینجوری اون قانونه فقط میاد اون درصد آخر رو کار رو آسون بکنه اون اقلیت آخر که موندن ممکنه مقاومت کنن جلو فهمیدن ممکنه که خلاصه نخوان گوششون بدهکار اون برنامه ها نباشه میاد اونا رو همراه میکنه میگه نه دیگه ببین اکثریت قابل توجهی قبول دارن منطقی هم هست دیگه شما باید همراهی کنید قانون باشه میخوای سیگار بکشی تو اتوبوس شرکت واحد نه تو هواپیما نه تو هواپیما سیگار میکشیدن تو جلسات تو زیر جایی که سقف نه قشنگ تو هیئت ما هر وقت هیئت میگرفتیم بچه بودیم جا سیگاری میچیدیم دور تا دور تو سینی اونایی که مثلا خیلی چی بودن تو سینی سیگار می آوردن. بعد مثلا می‌گفتن فلانی تو هیئتش مثلا وینستون داده مثلا خیلی با کلاس بود اشنو ویژه نداده وینستون داده مثلا این دیگه یه کلاسی بود مثلا پولدار بوده وینستون گذاشته بوده تو اینجوری بود چیه خب دیگه نه الان فهمیدیم ضرر داره وزیر سقف این کارو نمیکنیم این قانون هم پذیرفتیم مطلبو ببین حرفو بگیریم حالا میخوای یه اتاق دود درست کنم اینجا تو هیئت فقط همینمون مونده بود دیگه خب صحبت ببینید چیه حرف چیه عزیزم. صحبت ببینید همین سر کوچه هست همون جای قبلی صحبت ببینید چیه صحبتمون اینه آقای ما مشتبا مینه جامعه اصلا پرته جامعه اصلا شناختی نسبت بهش نداره با امام مشتبا بیعت کردم ولی امامتی براش قائل نبودن گاهدن شما خلیفه شما باش این نیست که براش امامت قائلن اصلا میدونن امام یعنی چی امام کجا بود؟ امام قبول ندارن اصلا شناختی نداره راجع به امامت نه اونا ندارن ما الان بیایم بشین بگیم آقا امامت یعنی چی؟ مگه جز اصول دین نیست چیه؟ امامت چیه؟ امامت چیه؟, امامت چیه؟ این امامتی که جزء اصول دینه تو تشیع میگه جزء اصول دینه این چیه؟ یعنی همین الانش هم شناختی نداریم بتونیم توضیح بدیم منطقی برای یه کسی که اصلا شیعه نیست شما الان بیان به شما بگن آقا آب رو میخوایم تجزیه کنیم به شما بگیم آب چیه؟ از چه موادی تشکیل شده؟ شما کاری نه شما دین رو میخواد باشه راحت طرف میاد آب تجزیه میکنه میگه آقا این دو تا هیدروژن داره یه دونه اکسیژن داره اینجوری پیوند میخوره با هم این شکل پیوند مولکولیش اینجوریه این هم خواستشه این هم اتفاقاتشه قشن برای توضیح میده شما هر دین و مذهب و مکتب و آین و فرهنگ و هر چی هر زبانی داشته باشی متوجهش میشه خب به زبان جهانی روایت داریم حدیث داریم نمیدونم اینا نه توضیح مغز اون روایت رو توضیح بدی طرف بتونه بفهمه ماشین درک بکنه که آقا این چیه الان شما میگید مثلا فیزیکدان. میتونید فیزیکتان رو توضیح بدید فیزیکتان چه ویژگی هایی داره و چه علومی رو خونده شده فیزیکدان. شما شیمیدان رو میتونید توضیح بدید شیمیدان چه, چه جور آدمیه چی خونده به چه علمی مسلطه چه کارایی ازش برمیاد به درد کجای زندگی میخوره میتونید توضیح بدید امامت رو توضیح بدیم ببینم اصلا امام قبول نداشتن که آقا پسر علی ابن طالب اینام که خانواده خوبی هست دلاخره مداراشون بالاست کریم هم اصلا سفره دارن اینجوری هم فلان خب اینا بشن خلیفه بعد دیدن خب آقا این حزینه شون رو داره میبره بالا احساس میکنه طرف ببین دنبال چیه با چه ذهنیتی اومده که آقا یکی پیدا شده که خودش نمیکنه بیت المال بره هرچی از خلاصه در اختیار جامعه است خب خوبه دیگه بعد نیا اه آقای ما مشتبه اومده میگه خب الان تکلیف معاویه اول معلوم کنیم یه نفر به اسم دین داره یه جایی ظلم میکنه فلان میکنه چیکار میکنه تکلیف چی معلوم کنیم اینا خودشون دنیا رو از آخرت بهتر میبینن اصلا دنیا میبینن با اینکه اصلا دنیای وجود نداره درست نگاه کنی همش آخرته بعد اینا منافع مادی براشون مهمه اینا اعتقادی به شما اصلا ندارن دنبال لفت و لیسن پست و مقام و پول و ثروت و دنبال این چیزان اصلا چی میگین شما خود امام حسین همکه که را افتاد یه سری فکر کردن که لفت و لیسی به کار دیگه گفتن یه حکومتی الان حسین میره و کوفه را میگیره انقدر گیج بودن نمیفهمیدن که بابا این کس اصلا دو این نه این دنبال حکومت نه کوفه با این وفا میکنه نه اصلا زمان اصلا این رو نمیفهمیدن را افتاده بودن که بریم حسین به حکومت رسید یه چیزی هم گیره ما بیاد وسط راهی خبر میومد که بله خبر میومد که اصلا مسلم شهید شده همون شب یه عده زیادی ول کردن رفتن چرا تو فهمیدن بابا اصلا خبری نیست اینجا که حالا باز گفته خودش فکر کردن مثل ماست داره تعارف میکنه گفت هر کس دنبال شهادت دنبال ما را بیفته هر کس میخواد خونش رو در راه حق بده بیاد طرف یه تعارف میکنه دیگه یه تعارف بله فکر امام حسین مثل ماست حالا چیزی فرمودن نه اینجوری که نیست بله شهادت قسمت تمام بشه ما به یکی گفتیم شاید شهید چی بهش بخواه چطور؟ جو... جو... والا تو که ادعای بسیجی و نمیدونم هزباللهی و اینا داری بهت میگیم شهید چی ناراحت میشی؟ چه ناراحت میشی؟ خوبه که شهادت چیز بدیه مگه؟ کنم شما ذهنتون چیز بدی یه جوری نگاه میکنید الان نمی... متوجه نمیشم خب آقا ما مشتبه اینه جامعه پرته از اون برم که حاضر نیست پای حق وایسه مثلا حق براش مهم نیست از اون برم خب این, این اگه که بخواد یه جلوی باطل بره وایسه فیزیکی سخت وایسه کیا میان وای میسن فقط کسایی که حق و قبول دارن اینام از بین میرن دیگه تو جامعه نمیمونن یعنی آدم حسابیا همه میرن کشته میشن ناحسابیا میمونن گف نه دیگه بس آدم حسابیا بمونن حکومت که مهم نیست دست من باشه یا دست دیگه باشه آدم حسابی هر کجا باشه تو هر زمانی تو هر مکانی کار خودش میکنه مثل ما که تو زندانم کارمون رو انجام میدیم امام کاظم 13 14 سال تو زندان بود داشت امامت میکرد کارش انجام میشه زندان مانع امامت نمیشه میگه خب آدم حسابیا بمونن اینا شروع کنن نشر پیدا کردن اصلا داستان و آشورا رو میبینی از اینجا همون تعمونده اصحابی که موندن رو اینجا حفظ داره میکنه اگه چیزی اضافه شده از اینا اضافه شده میگیری چی عرض میکنم؟ خب حالا من یه برداشت دیگه شو بخوام انجام بدم میخوام به شما یه چیزی بگم دعوا کلا چی کار میکنه؟ دعوا انرژیامون از همون میگیره قدرت میده به باطل به ما گفتن ده علم را ولو کنت محقا میگه جهر و بحث ول کن ولو حق با توه باشه بگو بیخیال باشه ولش کن چرا انرژی تو میگیره بابا حق انرژی تو میگیره شما امروز نه کن ما یک میلیاردونی مسلمونیم بیشتر شدیم الان یک میلیارد ما بچه بودیم یک میلیارد بودیم فکر کنم بیشتر شدیم دو میلیارد شدیم آره فکر کنم دو میلیارد خورده بعد باشیم الان مسلمونا مسلمان استلاحی منظورم هم. همین کشورهای مسلمان نشین مسلمان اصطلاحی رو میگم اسرائیل کلا چقدر جمعیتش؟ دو سه میلیون نه؟ این حزبی که سر کاره چند نفرن؟ چون اسرائیلیا که همشون با اینا همراه نیست الان پیروز را پیمایی کردن تو تلاوی بلای نتانیاهو خودشون مردمشون که این باید دولت باید ساقط بشه از اول انتخابات بشه مثلا این حزبی که الان داره این کارا رو میکنه چند نفرن من من فکر نمی کنم مثلا چند هزار نفر بیشتر بشن میدونم چند هزار نفر آدم تصمیم گرفتن تو امروز تو عصر امروز ما با این همه مجامع بین المللی این همه ابزارهای بین المللی این همه قوانین بین المللی تصمیم گرفتن یه کشوری رو چون غزه کشور دو میلیون جمعیت داره ما تو هاشی خلیج فارس مگه کشورا جمعیتشون چقدره؟ کشورهای هاشی خلیج فارس جمعیتشون مگه چقدره؟ قطر، کویت، امارات اینا جمعیتشون مگه چند میلیونه؟ غزه کشوره بعد شما هشتاد درصد شهر رو نه پادگان نظامی رو شهر رو از بین ببری چند هزار فقط بچه بکشی جلو چشه این چند میلیارد نفر و این چند میلیارد نفر اساسشون با تو در ارتباط باشن مراودات اقتصادی داشته باشن مراودات سیاسی داشته باشن چجوری ممکنه چه چجوری میشه شما دین و خدا پیغمبر آقا بذار کنار اصلا الان دیدید یه سری تعصبات قبیله ای دارن دیگه خب بابا شما مگه تعصب قبیله ای مگه ندارین اصلا بگید آقا عرب ها هستن خوبه بعد بعد چندین کشور ثروتمند عربی که مدعی که هد جهان در آینده نزدیک ماییم بعد شما وایسید نگاه کنید چند هزار نفر آدم بزنن چند هزار کودک ازتون بکشن که هیچ هیچ کسی در هیچ جایی در جهان نمیتونه توجیه کنه کشتن بچه ها رو اونم تو خونه مسکونی یا وقت پادگانه باشه سپر انسانی درست کرده زن و بچه برده توش میگه آقا شما غلط کردی سپر انسانی درست کردی ما پادگان رو زدیم نه شهر رو ما هیچ جنگی نداریم تو سالهای اخیر که 80 درصد کشور به این رفته باشه دانشگاه ساختمون خالی دانشگاه رو منفجر کنن این یعنی چی دانشگاه خالی دانشگاه خالی ساختمون دانشگاه خالی شده برن منفجرش کنن مفهومش چیه این بعد من حالا اصلا میگم آقا این رؤسای کشورهای عربی چجوری روتون میشه شما با اینا ارتباط دارید با نتانیاهو ارتباط دارین چجوری روتون میشه چجوری روتون میشه واسهش کشتی کمک نمیدونم قضایی بفرزن یعنی چی آقا تش یکی میگه من زورم به ظالم نمیرسه خب باشه زورت به ظالم نمیرسه گفت که زنه و مرده داشتن میمدن از جایی دوزده گرفتنشون این هر چی همراهشون بود گرفتن بعد گفتن که ما یه ذره میخوایم ما الان سرخوشیم میخوایم یه تامپکی بزنیم این زنت برای ما برخصه گفت آقا زنم نمیشه فلان گفتن اصلا کاری باش نداریم ما فقط تامپک میزنیم فقط برخصه هیچ و بعد هم آزادت میکنیم برو ده دقیقه برای ما برخصه ده اصلا ما بی... میریم صد متری میشینیم کاری نداریم باش وگرنه میکشیمت زنه به شوهر گفت راهی نیست دیگه اینجوری شده دیگه رو شاید به عهدشون وفا کرد آقا دوز بودن بی شرف نبودن رفتن عقب نشستن تام بک زدن این زنم یه گری داد و اینا دقیقه بعد گفتن برو دیگه رفتن و تو رو مرد زنه دید مرد خیلی پکره بهش گفت چرا پکری ما مجبور بودیم میکشتم گفت میدونم مجبور بودیم چرا خوب رقصیدی حالا مجبور بودی یه خیره چیزی میومدی این اینجوری میرقصه آدم مجبوری حالا بابا شما میگید ما زورمون نمیرسه فلان باشه حالا یه گری اینقدر چرا قشنگ میرخصید آقا شما جلو ظلم نمیتونی وایسی کفم براش نزن تو کشور خودمونم همینه همینا آقا یارو دزدی کرده چه میدونم اختلاس کرده چیکار کرده ما میگیم آقا اختلاس شده فلان شده آقا نظامو تضعیف نکن آقا تو چرا میرخصی واسه یکی دیگه داره میدزده میبره خوب چیزی گیرت نیومده تو چی میگی یارو دو زیده برده سه میلیارد و سیصد هفتاد میلیون رفتن چای وارد کردن میفهمی یعنی چی اگه فساد نبود که رئیس دولت خودش نمیگفت 60 تا مدیرا رو معرفی کردیم به قوه قضاییه کار ندارم رئیس قوه قضاییه میگه کسی رو به ما معرفی نکردن ولی بالاخره رئیس جمهور گفته ما معرفی کردیم شون به تکلیفش عمل کرده حتما خلافی بوده دیگه حالا ما اینو میگیم نه آقا چرا فلان میکنی یکی من گفت نه شما فقط اسرائیل رو محکوم کن نه من هر ظلمی هر کجا بشه محکوم میکنم چه رؤسای عرب که سکوت کردن چه کسایی که تو ظلمایی که تو کشور میشه سکوت میکنن برای من یه پا میره ساکتین در برابر ظلم حالا نه نمیتونی چیزی بگی میگی دعوا میشه قبول دارم آفرین بچم نزن واسه ظلم خوش نکن باشه تو میگی آقا من نمیتونم با اسرائیل بجنگم نه جنگ مواد غذایی با کشتی براش نفرست بگو نمیتونم مردمم نمیذارن جلو مردم تو باز کن دوست من استرالیاس میگه راپیمایی میشه چند هزار نفر وقت چند صد هزار نفر آدم اومده تو راهپیمایی من حاشیه خلیج فارس یه راهپیمایی ندیدم به درد بخور یه راهپیمایی بکنید از دقل دولتشون اجازه نمیده بعد مالزی ما رفتیم تمام خونه پرچم فلسطین زده بودن بعد تو اروپا تو اروپا کشورهای اروپایی که مسلمون هم نیستن راه های عجیب و غریب میکنن چجوریه؟ ولی میدونه قصتش چیه؟ قصتش اینه که ما مسلمون الان سال افتادیم به جون هم چون تو تمام هیات های ما تا همین قبل از اینکه آقای رئیسی بره عربستان تو تمام هیات های ما واسه نابودی آل سعود دعا میکردن یه ده که میگفتن نمیدونم پرچم نم بزنن رو پرچم سعودی و میگفت نابودی آل سعود فلان و نابودی آل سعود حالا البته عقل پیدا کردن که نه آقا باید با هم دیگه مثل عراق دیگه ما هی سال با عراق جنگیدیم بعد الان تو عربعین مثلا میگن عراق و ایران لا یوم کنال فراق تازه فهمیدیم که ما با عراقیا نمیتونیم هم داشتیم چون پای تخت کشور ما اونجا بوده تمدن داریم با هم مدائن پای تخت ایران بزرگ تو عراق فعلیه اون عراق عربه عراق عجم همین عراق خودمون میشه تمدن داریم با هم هزاران سال یکی بودیم الان الان فهمیدیم بازم من ناراحت نیستم بالاخره فهمیدیم دیگه آقا نه از عراق میشه جدا شد نه از امارات نه از قطر نه از کویت نه از بحرین نه از عربستان نه از الجزایر نه از سوریه نه از لبنان نه از هیچ کدوم غیر از اینکه تمدن داریم با هم دیگه خیلی از این کشورهایی که گفتم نه افغانستان نه عراق غیر از اینکه منافع مشترک داریم بی غیر از اینکه همدین هستیم هم زبانم هستیم ما ایرانی عرب نداریم چرا ما کلی ایرانی عرب زبان داریم مثلا عربن نه فقط عرب زبانن عربن و ایرانی هن. عرب زبان هم داریم خب چرا باید با هم دعوا کنیم بعد ما دعوا کنیم که چند ده هزار تا آدم بیان چند ده هزار تا بچه همونو بکشن به فجی ترین نوع ممکن که صدای همه دراد سد... الان امروز امریکا وتو نکرد دیگه این توی سازمان ملل رو این قرار داده برای صلح فوری در یعنی آتش بس فوری در غزه امروز وتو تو یعنی انقدر کار درامه انقدر اوضاع خرابه دولت امریکا حاضر نشد وتو کنه این قطعنامه رو قطعنامه رو وتو نکرد نمیتونه افکار عمومی نمیذاره حالا گفته الزام آور نیست فلان نیست حالا دریوری آقا اینا حرفه نمیتونی یعنی یه جوری شده نمیشه با او همراهی کرد ولی رؤسای کشورهای مسلموننشین دارن همراهی میکنن. خیلی عجیبه یه سریشون حالا یه سریشون هم وایسادن بعد آفریقای جنوبی از اسرائیل شکایت کرده آفریقای جنوبی دینشون چیه دین رسمیشون چیه مسیحیان مسلمون نیستن فکر نکنم دین رسمیشون اسلام باشه مسیحیان آفریقای جنوبی به اعتراض کرد به دادگاه لاهه شکایت کرده از اسرائیل برای حکومت نجات پرستی بعد کشتی مواد غذایی از سمت کشورهای مسلمون میره برای اسرائیل خیلی عجیبه ولی سمره چیه؟ سمره دعواست سمره دعوا مسلمونا با هم دعوا کردن ضعیف شدن حالا همه براشون تصمیم میگیرن حالا دوستایی که فکرشون دعوا بوده الان باز یه دعوا جدید تو مملکت ما را انداختن چرا فلسطین دفاع نمیکنید ما که قطعا از همه مظلومات دفاع میکنیم ولی شما جلو چش خودتونی همه همه و میبینید چجوری سکوت میکنید جلو این همه دزدی و اختلاس و فساد و ناحقی سکوت میکنید به اسرائیل که میرسه قیام میخواید بکن اونم فقط شعار تو میدون فلسطین برید شعار به همین خودتون رو خالی کنید کار عملی جدی که نمیتونید بکنید چون ابزارش رو ندارید چرا ابزار ندارید چون شما در شما همتون دعا میکنید برای نابودی آل سعود با اینکه میدونید بزرگ اهل سنت آل سعود تمام کشورهای اهل سنت اونو بزرگ خودشون میدونن ازش تبعیت میکنن حرفشو گوش میکنن اکثریتشون یه وقت اختلاف هم میشه اختلاف داخلیشون اختلافشون بعدا میرن حل میکنن مثل قطر یعنی دو روزم دعواشون میشه بعد دوباره با هم صلح میکنن برادرن با هم گوشت همو بخورن و سوخو همو دور نمیندازن خب شما که همش دنبال نابودی اینایید و این فکر شماست که ما رو ضعیف کرده اسرائیل انقدر جون گرفته که اصلا یه مدت یه جوری شده بود حالا این سوتی این نتانیاهوه به خاطر اینکه بمونه جنایت کرد خب بالاخره خدا جا حق نشسته وگرنه تا چند سال پیش تا, تا همین چند ماه پیش تا قبل از همین جنگ راحت کشورهای عربی رو اساسشون راجب رابطه با اسرائیل حرف می‌زدن اینو آب خوردن چی باعث شده بود این کارو بکنن اینکه یه لولو درست کرده بودن از ما اسرائیل هم شده بود که آقا میخواد اون لولو نخوردتون بیاد با هم رفیق باشیم با اینکه لولو خودشه مام هم خوشمون اومده از ما لولو درست کن با بعضی بابا هستن زنه زنگ میزنه بهش بیا به این بچه ها یه چیزی بگو ساکت شن بابا هم خوشش میاد ساکت بشید فلان فلان میگه ای آقا ساکت شدن دست دن. بابا داره ازت لولو درست میکنه تو چقدر ساده ای؟ من لباس روحانی تنم بود زنه با بچهش بود نم تو مغازه چی چی میخواست گفت چی کنی با آقا میگم دعوت کنه گفتم خوام چرا وری میگی اما چی میخوای بستنی میخوای بیا بعد بخرم گفتم چرا وری میگی خوام من من لولو هم من؟ مگه من میگه اگه بستنی میخواست بچه گیر داده بود میخواست نخره میگفت جیغادات کنی با آقا میگم گفتم آقا چی چی گفتم اما خودم بر هر چی میخوای بیا بعد میمون من گفتم خانم به من چه ربطی داره تو بچه‌تو نمیتونی کنترل کنی من لولو هم الان مثلا من بچه‌تو بترسونم بابای خوشش میاد بشه لولو ما خوشمون میاد بشیم لولو مثلا اما به ترسی ما مسلمان اما به ترسی خوشمون میاد به نتیجهش نتیجهش قتل عام میشه بعد میگه جلو این جنایت سکوت کردی بابا سمره تفکر شماست سمره دعواست سمره اختلافه سمره اینه که غیر جنگ هیچ راهکاری تو ذهنتون بازه هیچ کاری نیست همه چی فقط با زور نتیجه تفکرات شماست بعد حالا اومدید ناراحتید واقعا ناراحتید چند نفر کشته شدن تو این چند روز اخیر توی فلسطین چند نفر کشته شدن تو کشور ما تو جاده ها برا چی یه بخش زیادیش به خاطر بیکیفیت بودن خودروه میدونم این مشکل خود رو, رو, اسرائیل درست کرده یا آمریکا ما خودمون یه اسرائیل داریم تو جاده داره بچه های ما رو میکشه 300 چند نفر تا الان کشته شدن تو این چند روز سال نو این اسرائیله که داره تو خیابون بچه های ما رو میکشه کیه پارسال چند صد نفر به خاطر آلودگی هوا مردن توی تهران تو پایتخت کشورتون اون اسرائیلی که با آلودگی هوا داره مردم رو میکشه اون کیه بله بنده با جنایت اسرائیل مخالفم و احساس میکنم هیچ انسان آزادهی تو جهان نمیتونه کنار اسرائیل بره وایسه جنایت کاره همه فهمیدن همه میدونن اینو انقدر زش شده که امروز برای اولین بار آمریکا وتو نکرده یه قطنامه ای رو علیه اسرائیل اینقدر معلوم قصه طرفدار فلسطین بودن که هنر نیست همه جهان امروز طرفدارشن چون مظلوم هم مظلومیت چون معلوم شده بازیگر میبینیم اینو میگه طرف نماینده پارلمان اروپا صحبت میکنه از من و شما بهتر صداش به جهانم میرسه اسرائیل و رژیم نجات پرست میدونه قاتل میدونه همین پیروز صدر اعظم آلمان و یه خانم تازه اسرائیلی بود شست و آویزونش کرد که تو یه جنایتکاری گفت من یه اسرائیلی هم تو یه جنایتکاری تو تو جنایت شریکی تو داری اصلا میدی به اسرائیل تو تو قتل بچه ها شریکی خب یعنی انقدر جرئت داره که اونجا میره وای میسه جلو اونو حرف میزنه الان طرفدار اسرائیل طرفدار فلسطین بودن که هنر نیست که خیلی چیز عادی یا اصلا اگه کسی بگه من نیستم باید ببینی چشه ولی اگه راست میگید با ظلم مخالفید همه جا باید مخالف باشید 300 تا 300 و تا چقدر شد 322 و و تا بود دیروز پای روز من دیدم کشته جاده ایمون قشنگ تصاعدی داره میره بالا 300 خورده ای نفر هموطن ما خواهر من برادر من مادر من پدر من دختر من پسر من تو جاده های ما کشته شدن یه تعداد بیشتر از این مجروح شدن تو بیمارستانن چندین برابر این عدد این اسرائیلی که این کارو کرد کیه اونو چرا نمیگیم بعد دو سال ملت رو علاف کرد همین مجلس که خود رو وارد میکنیم بیاید ثبت نام کنید بیاید چیکار کنید خود چی چی وارد میکنیم خود رو دست دوم وارد میکنی، فلا میکنیم فلان میکنیم آخرم گفتم ما صلاح نمیدونیم فلان تمام شد چی شد خودرو وارد شد خودرو دست دوم وارد شد خریدین هیوندای کیا رو یا همین برادر و دوست چین بعد آشغالاشو بده به ما انقدر جوک شده که چینیه برگشته میگه چه چیزی تو ایران بیشتر از چینه بعد اون طرف میگه ماشین چینی قه قه قه, قه میخندن میگه ماشینای چینی که به شما میدیم انقدر که تو ایران است خود چین نیست اینا دیگه سکوت ها بله ما با ظلم مخالفیم با جنایت هم مخالفیم با دست و زبان و مال و فکر و ذهن و با همه چی جلو ظلم باید وایساد بله بنده با دعوا مخالفم از اساس سال هاست راجب به اینکه چرا مسلمان با هم دعوا میکنن چرا شیعه و سنی با هم دعوا میکنه چرا شیعه و شیعه دعوا میکنه چرا سنی و سنی دعوا میکنه ما راجب به اتحاد شیعه و سنی صحبت کردیم برادران هیئتی که خیلی خودشونو ولایی میدونن رفتن گفتن حرومزاده است بعد اومدیم به مسئولین گفتیم این کارو نکنید برادران حزب الله فرمودنشون حرومزاده است کلا هم از ماشکا ای دارن فقط میخوام ببینم ما حلال زاده می حرومزاده ایم نمیخوان فکر کنن کارشون درست یا غلطه نتیجه این همه دعوا چی نتیجهش این همه سال دعوا سمرش توی سوریه دعوا شد اگه کسی قبل از جنگ سوریه رفته الان تشریف برای سوریه قشنگ ملموس من نمیم چرا نشون نمیده مثلا رسانه های ما حتی ما رسانه مستقلی کسا نداریم دیگه آقا قبلشو نشون بدید بعدشون بگید آقا دعوا اینه ها جنگ داخلی اینه دعوا اینه حلوا خیر نمیکنن توش برادر رو به رو برادر وای میسه خواهر اینا میگن انقلابی باش داداشت هم فلان کرد جلوش وایسا بنده به هیچ به, به هیچ بهانه ای جلوی احدی از اقوام دوستان آشنایان هموطن ها ماظر نیستم وایسم به هیچ بهانه ای یعنی تو صد تا آیه قرآن بیاری که وایسا جلو هموطنت منده وای نمیستم طبق همون قرآنش بعد شما تحریک میکنید آدم ها رو علیه برادرشون علیه مادرشون علیه همسرشون علیه دوستشون اینا بیان شهادت بدن بیان اعتراف کنن بیان اعتراض کنن عشق دعوایید سمره دعوا میشه سوریه تمام منابع ابی میره تمام آدمات از بین میرن تا پنجاه سال دیگه هم کشور نخواهد شد یه جوری تخریب کردن کشورشونو سمره دعوا میشه لبنان عروس خاور میانه بود برید ببینید به چه روزگاری روزی دو سه ساعت برق دارم بعضی جاش سمره دعوا میشه عراق یه مشکل برقشون رو نمیتونن حل بکنن چون دعواست با اون همه منابع با اون همه نفت و گاز با اون همه انسان های قوی ذهن های بالا ذهن های قوی آدم های فریخته آدم های تحصیل کرده دعوا دعوا میشه میشه کشور خود ما بی نهایت منابع منابع معدنی انواع اقسام معادن نفت گاز موقعیت استراتژیک تمدن چند هزار ساله همسایه های متعدد مردم خوشفکر روشنفکر تحصیل کرده کجای الان چند میلیون ایرانی خارج ایرانن چقدر ثروت ایران الان تو امارات متحده عربیه چقدر ثروت ما توی قطره توی کویت تو ترکیه است چند میلیارد دلار ثروت مردم ایران اونجاست چقدر جوانای تحصیل کرده ما تو اروپا تو امریکا تو استرالیا تو کانادا بچهای مملکت که مملکت هم دوست دارن نمیتونه تو ایران بمونه نمیتونه زندگی کنه اذیت میشه امام مشتبه چیکار کرد؟ گوه آقا دعوا میخواد آدم خوباتون ازتون بگیره همه حاضر نیستید پای حق وایستید که هزینه بیاد پایین آقا من میرم کیو میخواد خلیفه بشه؟ معاویه معاویه تو خلیفه بشه من امامتم رو انجام میدم انجام میدم مثلا امام مشتبه حکومت تحویل معاویه داد بعد رفت خونه گوه خما دیگه رفتیم که خدا بس. مثلا ما با جامعه قره. ما رو نخواستید ما شما رو نمیخوام اینجوری نیست سر سوزنی فعالیت حضرت کم نشده میگه من خلیفه نیستم بابا شما حکومت یه ابزاره خاصی دست من نباشه دست این آقا آقا نمیخوام شما رانندگی کنی باشه من میشینم بغلشون رانندگی کنم ولی من هواتون رو دارم خوابتون نبره تو دره نیفتیم امامت که تعطیل نمیشه که خود امام حسین علیه السلام ده سال زمان معاویه امامت داشته از بعد از شهادت امام مشتبه کار خاصی کرده ظاهری مثلا شمشیر جمع کرده و دوده جمع کرده قیام کنیم علی این کارو نمیکنه میگه ما به این کارا احتیاج نداریم ما کارمون ما داریم آدما رو جمع میکنیم سر سفره حق داریم حق رو به مردم میگیم مردم خودشون حق رو بپذیرن به حق عمل بکنن همینجوری گسترش پیدا میکنه ما به اون ابزار نیازی نداریم من یه این بار اینجا گفتم کار فرنگه بودجه نمیخواد مگه میشه آره چرا نمیشه منتها چند هزار میلیارد بودجه فرهنگی در سال صرف سب... چیز میکنید میگیرید از جمهوری اسلامی بعد چهل سال کارهای فرهنگیتون جواب نداده بعد حالا میخواید مردم رو جریمه کنید که چرا کار فرهنگی ما جواب نداده صدا سیما امسال چند همت بودجه گرفت خب وقت این پولی که دادید به صدا و سیما و همه سالم دارید بهش میدید یعنی چند هزار هزار میلیارد پول گرفته بودجه که چیکار کنه من به عنوان یه شهروند یک قرونش که من که راضی نیست برنامه های سخیف برنامه های بی, بی, بی مفهوم برنامه های توهی از هنر توهی از همه چی بابا مجری لباس بلد نیست بپوشه من اصلا تعجب میکنم نمیگم کدوم شهر من تلویزیون میگم من کسا تلویزیون نمیرم این چند روز خونه هاجینایم خب اینا تلویزیونش رو روشن اینا نگاه میکنن دیگه اصلا به آقام گفتم آقا این این این, این مجری تلویزیون این لباساشو نگاه کن بعد تو توقع داری جوان امروزی بشینه اینو تماشا کنه اصلا بعد یه مش حرفایی که خودش هم معلومه بهش اعتقادی نداره خیلی هاشون هم من میشناسم که هیچ اعتقادی به این حرفا که میزنن ندارن بله شما چند میلیارد بودجه گرفتین چند هزار میلیارد بودجه گرفتین که کار کنید دو جامعه بعد کار شما جواب نداره رو مردم میخواد جریمه کنید دعوا رو بیشتر میکنید اختلاف رو بیشتر میکنید قدرتتون رو کم میکنید یه را پیمای درست تو ایران نشده میدونید چرا نشده معلومه که مردم ما طرفدار این نتانیاهو نیستن معلومه مردم ما از ظلم بیزارن معلومه مردم ما دنبال مظلومن طرفدار مظلومن فرهنگشون اینه تمدنشون این شکلیه ولی میگه من بیام تو خیابون به اسم چی تموم میشه نمیام به اسم کی تموم بشه به اسم های مسئولینی که بیشتر ظلم کنن بعد خلافم که میکنن با ما مؤمنانه برخورد کنید شما مگه با بچه های ما مؤمنانه برخورد میکنید شما با کدوم منتقد با کدوم مخالف با کدوم بچه جوون دانشجو با کدوم استاد دانشگاه مؤمنانه برخورد کردید که توقع دارید مردم مؤمنانه برخورد کنن و من معتقدم اگه آقا حرف دل هم بگم من معتقدم مسئولین مرا ما با هم من کار خودم میکنم من دوست نارم مثل اینا باشم درنده باشم بخوام آبرو کسی و بریزم زیر دست و پا من این کارو دوست ندارم بکن هر کجا هم احساس کردم یه بازیه کشیدم کنار من تو بازی هیچ کیم نمیدونم من با ظلم مخالفم چه تو غزه بشه چه تو لبنان چه تو عراق چه تو الجزایر چه تو اوکراین چه تو ایران هر کجا من با ظلم مخالفم بچه کشی و هیچ کس نمیتونه تایید کنه هیچ انسان آگاهی نمیتونه تایید بکنه هیچ انسان آگاهی نمیتونه طرفدار نتانیاهو و سیاستاش باشه هیچ بهانه نمیتونه قتل آب مردم رو توجیه بکنه میگه دفاع مشروع کجاش مشروع اول این دفاع نیست این حمله است 80 درصد کشور رو نابود کردی چند هزار کودک و کشتی تو بیمارستان موشک زدی تو مدرسه موشک زدی تو دانشگاه موشک زدی این چه مشروعیه ولی میدونی این حرفا حرف خیلی از مردم ماست چرا نمیگن میگه اینا رو بگیم شبیه اونا میشیم اونایی که فقط اسرائیل رو میبینن ظلم داخل رو نمیبینن فساد داخل رو نمیبینن فساد اونجا رو میبینن نه من هم تو کشورم هر ظلمی بشه میگم هم هر کجای دنیا ظلم بشه میگم دو روز اومدیم دنیا زندگی کنیم میخوام آزاد زندگی کنیم میخوام انسان زندگی کنیم مردونه زندگی کنیم مردونه منظورم نر بود نری نیستا مردی اصطلاح یعنی آزادانه این هم بفهم آقا دعوا فایده نداره الان پیروز که بچه اینجا بود آقا امام جمعه فلانجا چی گفته و نظرش گفته ولش کن گفت اون همه قبول لایم کنه خب نرو نماز جمعهش نرو نرو پا منبرش نرو نمیتونیم همه رو خفه کنیم کسا مفهومی نداره بله تریبون دولتی یا حق نداری به هر کسی بدی حالا دادن چیکارش کنم الان من میرم دعوا دست بشم نه بنده با دست شدن و با دعوا مخالفم به نظرم تغییرات سخت هیچ فایده ای نداره مسلمان هم امروز هزاران ابزار دارن برای اینکه جلوی دولت اسرائیل رو بگیرن که نیاز نباشه حتی یه فشنگ شلیک کنن هزاران ابزار دارن همین امروز همین الان که با هم حرف میزنیم چرا همش اونا تحریم اقتصادیتون کنن شما یه بار اونا تحریم اقتصادی کنید کاری نداره که شما رو تحریم کنید دو میلیارد مشتریاشید دیگه دو میلیارد مشتری شرکت اسرائیلی صبح همش رو تعطیل کنید ببینم چی میشه ببینم نتانیاهو جرئت می... اصلا خود مردم اسرائیل جلوشو میگیرن خود سرمایه‌دارای اسرائیل جلوشو میگیرن یه دیوونه است دیگه میذارنش کنار چون یه دفعه یه شبه چند میلیارد دلار ضرر میکنم اونا پول براشون خیلی مهمه ابزار زیاده هزاران ابزار هست این یکیش حالا ولی نه نمی کنیم این کارو فقط یه فقط یه عده اومدن میگن ابزار جنگ اسلحه هست این وریام که از خدا خواسته دنبال منافعن دیگه حکومت ها دنبال منافعن میگن آقا ابزار فقط از بین رفتن اسرائیل با اسلحه هست ما هم که این کارو نمی کنیم دیگه پس بریم تجارتمون بکنیم نه آقا جلو ظلم بعد وایسی کی گفته فقط اسلحه کی گفته فقط چرا باید؟ چرا ابزار اونو تو میخوای بگیری دست اسلحه ابزار اونه موشک ابزار اونه کشتن ابزار اونه این ابزار به دردتون نمیخوره هزار تا ابزار دیگه داری هرچی میخوای پول خرج جنگ کنی خرج دیپلماسی بکن اسرائیل منافع خودش یه سره یه سری مدافع داره اونام یه سری منافع دارن منافع استراتژیک دارن منافع اقتصادی دارن جلو اونام میتونی وای سیکای نداره که آقا ما دو میلیارد مسلمونیم آقا نمیخوام باتون تجارت کنیم ها آره که اینجوری شد بچه میکشین نمیخوایم ما تو خودمون میخوایم ما میخوایم چند سال تو خودمون زندگی کنیم نمیخوایم با تو مراوده بکنیم ببینم چی میشه اونا میان التماس این ور یا اینا میرن التماس اون ور ولی این ولی چون میگی تنها راه اصله هست سیاست مداره اقتصادیه خیالش راحت میشه میگه راه اصله هست اصلا که ما نیستیم دیگه ما بریم تجارت هم برسیم بعد میبینی از کشور هاشیه خلیج فارس کشتی مواد غذایی داره میره سمت اسرائیل اه 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 بابا داره بچه های خودمون رو میکشه بچه های ما رو داره میکشه یه فشار بهش بیاری خود مردم اسرائیل نتانیاهو با دولتش رو ساقط میکنن چرا اونا حرف ما رو گوش نمیدن کشور مسلمون نشین؟ چرا؟ چون ما همش فوش دریوری و یکی از این سیاست مداره به من میگفت که میگفت رفته بودیم عربستان زمان امیر عبدالله بود کی بود بعد از چیز میگفت که برگشت گفت که این چه وساطیه تو کشور شما تو این روزاماتون هی به من فوش میدن گفت اون مسئول ما خواست مثلا چیز کنه گفتی که دموکراسی دیگه بهم خود منم دریوری میگن یه وقتایی مثلا تو روزنامه گفت مثلا خواست بگه عادیه گفت آقا جمع کنیم مسخره بازی چی یعنی چی به حقی میذارید اینجوری به من میگن تو روزنامهتون به من توهین میکنن شما چهل سال به همه در و دیوار فوش دادین به اسم انقلاب اسلام با مسلمان با هر چی مسلمان تو جهان ما اختلاف داریم ما فقط با کمونیستا خوبیم یعنی با مسیحی هم خوب نیستیم قرآن قرآن به ما میگه بابا با مسیحی ها, مسیحی ها، میگه پیغمبر مسیحی ها خیلی به تو نزدیکن چون اینا خیلی زاهدن خیلی اهل علمن به تو نزدیکن قرآن میگه قرآن میگه پیغمبر مسیحی ها به تو نزدیکن بعد ما نه با مسیحی ها داریم نه با مسلمان ها داریم چیه دنیا ده هم کرده ما افتادیم با این قصه اینه آقا امام مجتبا با معاویه صلح میکنه و حکومتی که دستش هست رو دو دستی میده به معاویه نمیگه ما میجنگیم هرچی ما ماموره به تکلیفیم به نتیجه کاری نداریم ما میریم هرچی شد شد تش شهید میشیم شهادت هم که خوبه پس چرا مشتبه اینا نمیگه چرا میره سول میکنه اصلا راجب این چیزا با ما حرف نمیزنن به هیچ وجه اصلا این چیزا نباید بهش فکر کنیم آقای ما مشتبه بره بزن با معاویه تش شهید میشه دیگه خوب شهید میشه دیگه بگه ما در راه خدا شهید شدیم دیگه هرچی شد شد ما رفتیم دیگه ما به تکلیف عمل کردیم تکلیف اون که جلو معاویه وایسیم بعدم شهید شدیم دیگه خدا شما شهادت هم که افتخاره چرا این کارو نمیکنه؟ چرا صلح میکنه؟ نه این با آموزهایی که به ما میگن نمیسازه اگه این حرفا رو این سوالا مطرح بشه بعد خیلی شعارهایی که ما میدیم میره زیر سوال تو با معاویه صلح میکنه امام معصوم بعد حکومتی که دستشه رو میده به معاویه معاویه که با حمله نیامد تو مدینه که صلح کردن حضرت خلافت تحویل معاویه داد با معاویه شما صلح میکنی و تو حکومت میدی به حکومت که دستته بعد یه آدمایی که الان داغن اون موقع هم بودن امام مشتبه تو مسجد بود رفتن از زیر پاش جا نماز کشیدن که نماز نخون نمازتو تو باطل بهش گفتن یا مزلل مؤمنین جا نماز کشیدن از زیر پاش کیا به امام مجتبی گفتن مزلل مؤمنین زلیل کننده مؤمنان حکومت دو دستی داری و این آقایونی که امروز خودشون انقلابی و مسلمون و نمیدونم چیزو حزب الله و فلان میدونن اینا اگه زمان ما مجتبی بودن اینا جلوی ما مجتبی نمیستادن حتی من که معتقدم اینا شعار بی خودی میدن اونایی که واقعا اهل جهاد و مجاهدتن و جونشون حاضرن بده اینجوری نیستن دیروز گفتم یا آقای گفت که یکی گفته ما اول انقلاب اینجوری کردیم شد الانم گفتم چند سالش طرف گفت 40 سال سر انقلاب نیده بابا تو ریشه درختم بودی انقلاب شد تو کجا بودی ادعای بی خودی می‌کنی اینجوری هم دیگه لاف میزنن من این لاف زنها رو میگم این لاف زنها اگه اون موقع بودن نمیگفتن یا مزلل المؤمنین آدم حکومتی که باباش علی رسیده رو میده به معاویه بعد معاویه هستن مگه به عهدش وفا میکنه ساده لوحی شما آقا میرفتن پیش امام حسین بهش میگفتن داداشت که میترسه شما بیا بریم قیام کنیم شما که جد... آقا بریم وایسیم برون کنیم به امام حسن به امام حسین میگفتن تو خوبی داداشت خوب نیست حسنتون خوب نیست حسینتون خوب خوبه بعد امام حسین میگفت اخی خیر منی داشم از من بهتره تولد امام مشتواست دیگه ما شیرینی گرفتیم شاد باشیم اینا سرود بخونید فکر نکنید حکومت داده به معاویه برای اینکه حفظ کنه جون مؤمنین رو میگه بابا این ذخیرن اینا این آدم های کمال یافتن نرن کشتشن توی دعوایی اینا بمونن جامعه رو رشد بدن مگه ما امروز رو فقط میبینیم ما آینده رو کار داریم انسان هر انسان یه مجد داریم حرکت میکنیم ما انسان ها به همدیگه بده کاریم به همدیگه حقوقی داریم گردن همه جریان انسانی مهمه صد سال دیگر رو ببین دیویز سال دیگر رو ببین هزار سال دیگر رو ببین نه الان جلو چش دماغ تو فقط ببین امام مجتبا برای اینکه این, این مؤمنینی که کمال یافتن بمونن توی دعوای کشته نشن حکومت رو دو دستی میده به معاویه که حالا آینده هست دیگه 1000 هزار سال هزار سال دیگه ثمره کار من معلوم میشه حالا امروز که نیست فقط بعد اصلا حالا مگه ما دنبال حکومت بودیم مگه حالا حکومت نداشته باشیم کارمون تعطیل میشه نه فردا صبحشم هم حضرت امام بود به وظایف امامتش هم داشت عمل میکرد سر سوزنی هم تعطیل نشد هیچی هیچی تعطیل نشد اگه امروز چند ده هزار نفر تو اسرائیل میتونن چند ده هزار بچه از ما بکشن به خاطر اینکه ما دهه هاست داریم با هم دعوا میکنیم روبرو رو هم وای میسیم دستم که میدیم دروغ میگیم مگه صلح نمیکنید الان رفتیم با عربستان صلح کنید خب برید صلح کنید واقعا دیگه واقعا صلح کنید واقعا دوستشون داشته باشیم واقعا با هم همکاری کنیم ما مسلمان چرا انقدر با هم می چرا انقدر دوست داریم همدیگه له کنیم واقعا از صمیم قلب همدیگر رو دوست داشته باشیم واقعا همکاری کنیم با... خب اصلا اینجوری نیست شعار چیزی دادیم حالا یه چیزی گفت مجبور شدیم یه تاکتیکیه همین الان بگم بن سلمان ترور شد توی تهران شیرنی پخش نمی کنه یه عده می یا نمی پس شما که با یارو سول کردن چرا خوشحالیم پس از کشته شدنش دعوا ضعیف میکنه جریان حق و قوی میکنه جریان باطل رو بعد حالا باطل از ما قربانی میگیره حالا اونایی که دعوا درست کردن میگن شما ای طرفدار حق نیستید چرا خفه شدین شما کشته درست کردین سالی صد هزار نفر آدم میفرستید عربستان صد حالا الان که نمیتونیم وقت که میتونستین چی بود همین عمره ممره و چی میگفتم من که تالو نرفتم همین اینا آره حج میفرستادن تو طول سال صد هزار نفر مهمون میفرستیم توی کشوری در سال بعد تو تمام ممبراتون لعنشون میکنید سادم نمیفهمه چی کار دارید میکنید حرفم تموم تولد آقا آقا متشکر بودن تولد آقا ما مشتباس ما از شما فقط یه چیزی خواستم از زندگی حضرت رو بدونید چون ظاهرا همه میخوان راجع به این سوال پیش نیاد امام مشتبا برای اینکه خون بیشتری ریخته نشه تو جامعه برای اینکه دید مردم اون آگاهی لازم رو ندارند که هزینه رو بیارن پایین همه اگه طرفدار حق باشه اصلا هزینه همه کاری میاد پایین کار خوب دیدیم وسط آدم خوبا فقط دارن کشته میشن با معاویه رفت صلح کرد حکومتی که دستش بود و دو دستی داد به معاویه اصلا هم نگران هیچی نبود که حالا الان چی میشه هیچی نمیشه ما امامیم کارمون رو داریم انجام میدیم یه ابزاری بود حزینش این بود که خالص ها مؤمنین درجه کا ها برن اون هزینه رو خواستیم پرداخت نکنیم ما ابزار رو داریم دست معاویه باشه معاویه حکومت دست تو باشه یه ابزار دیگه ما کارمون رو بلدیم مگه ما فلج شدیم اون سال هایی که بابا مالی ابن ابی طالب تو خونه نشسته بود ظاهرا چون خونه نشین که نبود فعال بود خلیفه نبود مگه تعطیل بود همه کارا رو داشت انجام میداد همه کمکی داشت به جامعه میکرد منم الان مثل همون حالا یه مدتی رو آوردید به ما ما کسا همون اولش گفتیم کسا ما نمیخوام این ابزار رو دعونی بلتم سو غیری از تعمیر فهمون که این ابزار به درد من نمیخوره برید من همون کار قبلی که داشتم من قبلا وزیر بودم الان هم وزیر باشم بهتره ها راست میگفت ما ما فکر میکنیم با پا نوز بلا نوز بلا با دست پس میزد با پا پیش میکشید راست داشت میگفت بهشون آقا من که کارم رو دارم انجام میدم یه خلیفه دیگه پیدا کنید نه نه فقط خودت فقط خودت میگه حالا همون اگه به بابام گوش داده بودید همین شش ماه هم ما مزاحم شما نبودیم کارمون رو انجام ابزار یا ابزار دست معاویه باش باش بی نهایت ابزار دیگه هست دست ماست مگه فقط حکومته الان همین الان که اینجا نشستید انقدری که حافظ تو زندگی شما تاثیر داشته کدوم حکومتی تاثیر داشته انقدری که سعدی تو, تو زندگی شما تاثیر داشته کدوم حکومتی تاثیر داشته صفویه افشار قاجار پهلوی کدوم انقدری ای که فردوسی انقدری ای که خیام انقدری ای که عطار انقدری ای که رودکی انقدری ای که اینا اندیشمنداتون هنرمنداتون چه میدونم بزرگاتون کمال یافته انقدری ای که اینا تو زندگی ما تاثیر داشتن کدوم حکومتی تاثیر داشته حالا خوبه یاری میگه آقا حافظ چه تاثیر داشته تو زندگی ما باید صحبت کنی بس میگفت نونوای محل ما خواب بمونه صبح همه نون ندارن ولی حالا مثلا حافظم نباشه نه اگه نونوای محلتون تحت تاثیر حافظ نباشه انصاف و رعایت نکنه سم میکنه تو غذا میده دستتون کف نونوایی رو جارو میکنه آرد و خاک و با هم میریزه تو تاغار اما اگه تحت تاثیر حافظ باشه این جنایت رو نمیکنه روحش لطیف میشه آدم لطیف تمیز میشه هر کی تو رو لطیف کنه تمیزت کرده روح لطیف تمیز میشه بعد کثیف نمیکنه میکروب به خوردت نمیده جنایت نمیکنه بی انصافی نمیکنه حکومت یه ابزار یه گوشه بود بود نبود الان امام زمان حتی ظهورم نداره یعنی میگه حتی لازم نیست بینش شما شناخته بشم من کارم انجام میدم شما دست از دعوا بردارید اگه مشکلاتتون حل نشد ببخشید من از کردم. سلامت بفرست.